یکی از ویژگی های قیام آبان سازماندهی آن بود. حمله به 4000 مرکز بسیج، سپاه، انتظامی و حوزه های جهل و جنایت شعله ای از این خشم عصیانی بود. مردم 80 پایگاه بسیج را با خاک یکسان کردند. در شیراز مردم با لودر می‌خواستند تا در زندان‌ها را باز کنند. آخوند روحانی در این زمینه گفت: و اونهایی که آشوب طلب بودند باز عده کمی از اونهایی بودند که آمدن به خیابون، منتها آشوب طلبان سازمان یافته، مسلح، برنامه‌ریزی شده که نیروها در عملیات و در اقدام به هسته های 5 یا 4 نفره بودن که معمولا در هسته های 5 یا 4 5 نفره 6 نفره یه خانم هم همراه اینا بود. بین 130,000 نفر تا 200,000 نفر اینجا جمع میشن، بعد میرن در خیابون دیگه باز این کار رو انجام میدن، بعد میرن تو خیابون دیگه انجام میدن، راهبندان انجام میدن. یه پایگاه بسیج رو 50 نارنجک اشکاور زدن تا بتونن تسخیر کنن. تیم‌هایی که بشمارسه بتونن قفل رو بشکنن برن تو. یه تیم میومد این کارا رو انجام میداد، تیم بعدی میومد کار بعدی رو انجام میداد، طرف میومد تو خیابان یک شعار رو جلو ماشینا رو میگه، همین که 40 50 تا آدم جمع میشد جیم میشدن و راه میشدن از داخل جمعیت میرفتن پایگاه بعدی رو. مثلا در سراسر کشور در یه روز ما 800 نقطه درگیر داشتیم که توان نیروها رو تقسیم کنن و این آموزش دیده بودن، موتور سواراشون خیلی مسلح بودن. ضربه قیام آبان آنچنان سنگین و هولناک بود که پاسدار آبنوش، فرمانده عملیات بسیج، گفت فقط خدا نظام را نجات داد. و در فایل صوتی لورفته از جلسه خصوصی پاسداران آنها می گفتند اگر دوباره به خیابان بیایند جارویمان می کنند و ما جایی برای رفتن نداریم. بدون شک این سازمان یافتگی است که می تواند دستگاه‌های سرکوب رژیم را از پای در بیاورد و نهایتاً سرنگون کند. وسط خیابون لاستیکا را آتیش زدند.